بارندگی های اخیر سطح آب بند کجکی را افزایش داده است. سخنان تازه سهیل شاهین در مورد مخالفت امارت اسلامی با آموزش دختران. پیدا شدن جسد 3 عضو طالبان در سمنگان. تفکیک جنسیتی در دانشگاه بلخ. 60% از کارگاه های قالین بافی در هرات مسدود شدند. پلان مشترک و پنهانی ملا زاکر با امید خراسانی. و در پایان خواست مادر سرباز آمریکایی کشته شده در انفجار کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار، خبرگزاری صدای افغان. مسئولان محلی امارت اسلامی در ولایت هلمند میگویند که در پی بارندگی اخیر سطح آب بند کجکی افزایش یافته و به بیش از 51 متر رسیده است. حافظ عبدالباری راشد، رئیس اتحاد و فرهنگ امارت اسلامی در ولایت هلمند، گفته است که در پی بارندگی ها و سیلاب های اخیر سطح آب بند کجکی به 51 متر و 18 سانتی متر رسیده است. بند کجکی که برخی ولایت های قندهار و هلمند را تامین می کند، اخیرا سطح آب آن کاهش یافته بود. به گفته مسئولان، هنوز 21 متر آب دیگر هم نیاز است تا هر 3 توربین برق کجکی فعال شود. بند کجکی در گذشته ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را داشت، اما اخیراً فاز دوم این بند و بهره برداری سپرده شد و ظرفیت تولید برق آن به 150 مگاوات رسید. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، در گفتگو با فاکس نیوز میگوید که امارت اسلامی مخالف آموزش دختران نیست. خبرگزاری صدای افغان. شاهین در گفتگو با فاکس نیوز افزوده است که همکنون میلیون ها دختر سرگرم آموزش در مکتب های ابتدایی هستند و زنان نیز در وزارت های معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه و داخل مصروف کارند. مسدود بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم عدم حضور و مشارکت سیاسی زنان و تشکیل حکومت فراگیر از عمدهترین مسائل مورد نزاع و کشمکش میان جامعه جهانی و امارت اسلامی در حال حاضر به شمار می رود. نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان روز گذشته تاکید کرد که باز شدن مکاتب دخترانه اولویت درجه یک است و تا زمانی که این کار صورت نگیرد، رعایت حقوق بشر در افغانستان به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که مقام‌های امارت اسلامی همواره گفتند که دولت کنونی همشمول از حقوق زنان در چوکات شریعت رعایت می‌شود و مکاتب دخترانه نیز بعد از توحید دیدگاه علمای دین و تهیه میکانیزم و طرز العمل باز خواهد شد. تفکیک جنسیتی در دانشگاه کابل دانشجویان غیر منطقی و ظالمانه است. همزمان با آغاز اعمال قانون زوج و فرد در دانشگاه کابل، دانشجویان این روند را ظالمانه و غیر منطقی خوانده و خواستار لغو آن هستند. بر اساس این تصمیم، دختران باید در روزهای فرد و پسران در روزهای زوج به دانشگاه بروند. خبرگزاری صدای افغان. مزار شریف، اجرای قانون زوج و فرد از امروز شنبه 5 سنبله در دانشگاه بلخ آغاز شد. بر بنیاد این قانون، دانشجویان دختر باید در روزهای فرد و دانشجویان پسر در روزهای زوج به دانشگاه حاضر شوند و ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر درس بخوانند. اما دانشجویان از این اقدام شاکی هستند و آن را ظلم بر دانشجو عنوان کرده تاکید دارند که در 3 روز هفته نمی توانند دروسشان را به طور کامل بخوانند و این قانون باید لغو شود. احمد، دانشجوی دانشگاه بلخ، با او گفت قانون جدید یک تصمیم غیر منطقی است، چون اکثر دانش آموزان مشکلات اقتصادی دارند، نصف روز کار میکنند تا خرج روزانهشان را دریافت کنند، اما فعلا با این قانون دانشجو نمیتواند به درس برسد و نمیتواند کار کند. و گفته او، دانشجویان با این اقدام شغلهایشان را از دست داده و نمیتوانند ادامه تحصیل کنند. عبدالله، دانشجوی رشته ساینس دانشگاه بلخ، هم در گفتگو با او گفت تمام روز درس خواندن بالاتر از حوصله دانشجویان است. صبح تا عصر درس نبودن واقعا خسته کننده است و نمیتوانیم خوب درس بخوانیم. این دانشجو تاکید کرد که با قانون زوج و فرد مدت تحصیل نیز کاهش مییابد و کتابها را تکمیل خواندن نمیتوانند.
این در حالی است که با تسلط امارات اسلامی دانشگاه کابل ابتدا تاق و جافت شد و امسال این قانون بر دانشجویان سایر ولایت‌ها نیز تطبیق می‌گردد. اجساد سه طالب در سمنگان پیدا شد. منابع در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان می‌گویند که اجساد سه عضو طالبان که سربریده شدند در این ولایت پیدا شده است. به گفته منابع، این اجساد روز گذشته در سرک اخف دانشگاه دولتی سمنگان از مربوطات ناحیه سیم شهر ایبک یافت شده است. یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که افراد ناشناس این اعضای طالبان را سربریده و سلاح‌هایشان را نیز با خود گرفتند. مادر سرباز آمریکایی کشته شده در انفجار کابل خواستار علنی شدن تحقیق در این مورد شد. در یک سالگی انفجار در میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن ده ها افغان و سه سرباز آمریکایی شد، مادر یک سرباز از وزارت دفاع آمریکا خواسته است که تحقیقاتش در مورد این حمله را علنی کند. ملا زاکر روی برگه فیسبوکش نگاشته است: ناصر بدری قهرمان جوانمرد پنچیر همچون شیر در برابر بغاوتگران میرزمد. حضرت حق لتا سروی. و در پایان، 60% از کارگاه‌های قالین بافی در هرات مسدود شدند. تا همین یک سال پیش در یکی از کارگاه‌های قالین بافی در گوشه از شمال غرب شهر هرات شمار زیادی از زنان و مردان مشغول بافندگی قالین بودند، اما اکنون تعداد کارگران در این کارگاه تولیدی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. مسئولین این کارگاه که به تازگی آن را به مکان جدید انتقال داده میگوید که سطح فروشات آن در یک سال گذشته بسیار کاهش یافته است. علی سینا ایدری میگوید که در گذشته در یک روز تا 6 متر قالین را میبافتند، اما در حال حاضر چون فروشات نیز در یک روز 2 متر بیشتر نمیبافند. او میافزاید: وضعیت بازار چندان تعریفی ندارد. قالین ها که توسط ما بافته می شوند در بازار جهانی و با نرخ کم به نام ایران و پاکستان فروخته می شوند. وقتی به نرخ کم فروخته شود، دستمزد کارگر هم پایان می آید. مرتضی یکی از بافندگان قالین در این کارگاه تولیدی است. او می گوید که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی از 8 صبح تا 6 شام در بدل 200 افغانی روزانه قالین می بافد. او می افزاید: اصاب که می آیم تا شام به همین شکل مصروف قالین بافی هستم، چه کنم؟ سر گذر هم کار نیست، ناچارم. حداقل با همین 200 افغانی پول نان خشک خانواده هم را که می شود به دست آورم. فاطمه از دیگر بافندگان قالین به روزنامه اطلاعات روز می گوید ناگزیر است که خرج خانواده ده نفریش را از طریق قالین بافی به دست آورد. او نیز از کسادی بازار ناراض بوده و می گوید که از یک سال به این سو با خریداران کم سر می خورد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.